سلام دوستان راشل هستم آسترولوژر شما پایگزار آسترولوژی در ایران در سال 2015 میخوام براتون در مورد هوروسکوپ ماه نوی نشان آکواریوس که 22 ژانویه 2023 اتفاق میفته صحبت کنم اگر مایل به پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید صفحه اوریجینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید خب این ماه نو 22 ژانویه ساعت 22 دقیقه به وقت تهران اتفاق میفته یعنی در حقیقت بامداد 22 ژانویه یعنی میشه مثلا 12 و 22 دقیقه امشب که الان من دارم براتون صحبت میکنم این ماه نو در درجه یک و سی و دو دقیقه یعنی یک درجه و سی و دو دقیقه نشان آکواریوس اتفاق میفته بنابراین همه متولدین اول بهمن این ماه نو رو به شدت تجربه میکنن و چون خودم یکی از همون هستم امروز واقعا وقت ندارم که ویدیو طولانی براتون بدم چون دارم میرم که روز تولدم رو به شکل خیلی یونیک و منحصر به فردی که تا حالا تجربه نکردم بگذرونم برای همین من این ویدیو رو خیلی کوتاه بهتون میدم بعدا در مورد جزیات آسترولوژیش بیشتر براتون صحبت میکنم فقط دلم خواست که باهاتون حرف بزنم امروز رو به خاطر اینکه خب یک روز نو انرژی نوین بعد از این همه انرژی های برگشتی مارس برگشتی مرکوری برگشتی ما الان ماه نو رو داریم این ماه نو بعد از دیدار ماه با پلوتو اتفاق میفته یعنی ماه یه جورایی در پیوند با پلوتو هست ماه و خورشید در سکستایل با جوپیتر هستن و خیلی جالبه خیلی زیباست جونو در پیوند با زئوس یا همون جوپیتر جونو الهه پایبند و وفادار به زئوس بود بنابراین من این مفصل در هوروسکوپ های 2023 برای هر نشان صحبت کردم واقعا میتونید اونها رو بگیرید گوش بکنید با جزئیات که ببینید برای نشان شما به چه معنیه اینها اما به هر حال همونطور که گفتم برای همه ما این یک انرژی نوین انرژی آکواریوس انرژی منحصر به فردیه انرژی تکراری نیست ایده هاش مال خودشه و انرژیش یونیکه در حقیقت اوریجینال خالص نابه و ببینید چجوری میتونید خالص باشید چجوری میتونید ناب باشید چجوری میتونید ایده های خودتون رو از خودتون تراوش بکنید و اونها رو به مرحله اجرا برسونید با این مارسی که الان مستقیم شده نه اینکه ببینید بقیه چی میخوان از شما بقیه چی کار میکردن که شما کپی بکنید این انرژی آکواریوس نیست انرژی آکواریوس یعنی کاری که تا حالا نکردی رو بکن راهی که تا حالا نرفتی رو برو و با سکس که به جوپیتر داره در نشان قوچ یعنی اینکه برو شجا باش و و نترس و ریسک کن این انرژی عنصر هوا و آتیشش خیلی زیاده یعنی در حقیقت ما رو به شدت حرکت میده و اونهایی که عناصر هوا و آتیش هستن خیلی از این انرژی استفاده میکنن خب عناصر هوا مثل آکواریوس دوقلو و ترازو و عناصر آتش کماندارن و لیو و قوش بنابراین حسابی از این انرژی استفاده بکنید برای همه یک نوعی این حرکت میده در خونه از چارت که داره اتفاق میفته و چون پولوتو در پیوند با این ماه نو هست یعنی بدون شک ما پایان یک فصلی رو تجربه میکنیم چون پولوتو پایانه برای یک ترانسفورمیشن جدید یک تبدیل به یک موقعیت جدید حالا این موقعیت هر چیزی میتونه باشه این موقعیت میتونه در رابطه باشه چون ونوس در ارتباط با ساترن میتونه در رابطه با دوستانتون باشه در مورد با مسائل مالیتون باشه در رابطه با مسائل شغلی باشه در رابطه با مسائل درونیتون باشه اینکه من دیگه نمیخوام اینطوری باشه من دیگه نمیخوام دیگران روی من اینجوری حساب بکنن چون ونوس این وسط هست موضوع ارزشیه من متوجه شدم که خودم رو ارزون فروختم من دیگه نمیخوام خودم رو تو این دنیا ارزون بفروشم استعداد هام و روابطم رو توانایی هام رو نمیخوام خودم دست کم بگیرم این حالتیه که ممکنه که تجربه بشه و به خاطر وضعیتی که میگم سترن با ونوس داره ممکنه که بیشتر روی مسائل ارزشی پولی و رابطه این حالت خودش رو نشون بده اما به خاطر سکستایلی که با جوپیتر داره بدون شک یک فصل جدید در راهه یعنی هم پایان هم آغازه خیلی جالبه این انرژی و با توجه به اینکه الهه اله جونو در پیونده با همسر خودش هست همسر وفادار یعنی جونو همسر وفادار زئوس نشون میده که ما داریم میریم به سمت تعهدهای جدید تعهدهای بسیار مهمی که به خودمون میدیم و یا تعهداتی که لغو میکنیم اینها تمام اتفاقاتی که داره تحت تاثیر انرژی میفته و نکته مهم دیگه ای که میخوام یعنی روش خیلی تکیه بکنم اینه که مسیری متفاوت مسیری که تا حالا امتحان نکردیم راهی که نرفتیم یک جور دیگه یک جور خاص یک جوری که بقیه اون رو شاید نپسندن یک جوری که بقیه اون رو تایید نکنن یک جوری که بقیه اون رو تجربه نکردن زندگی نکردن یک کاری بکنید یک تجربه جدید یک زندگی جدید یک راه جدید ببینید ما از سال 2020 در تلاش هستیم که زندگیمون تغییر بدیم این یک حقیقتی از سال 2020 به خاطر وضعیت سیارات ما در مرحله پایان و آغاز قرار گرفتیم اما این پایان به سوی آغاز دو سال تا حالا طول کشیده چرا به خاطر اینکه تا حالا ما در حال پاکسازی از افکار پروگرام های ذهنی و رفتن به سوی ایده های جدید بودیم یعنی هر چیزی که از 2020 2021 2022 تا به این نقطه رسیده همش در حد ایده و فکر و خواهش نفسانی و خواهش درونی بوده و به مرحله اجرا نرسیده به مرحله تبلور نرسیده به مرحله شکلگیری بیرونی نرسیده اما به نظر من با توجه به اینکه این, که این ماه در شرایطیه که سترن ساترن خب در نشان آکواریوسه ماه هم در نشان آکواریوسه و در پیوند با ونوس و ونوس هم خودش مربوط میشه به دنیای زمینی عشق زمینی پول مادیات و این حواس زمینی این بدون شک زمانیه که ما خیلی چیزها رو زمینی میکنیم این که چه چیزی رو زمینی میکنیم یعنی شکل فیزیکی بهش میدیم من نمیدونم بستگی به هر کدوممون داره اما یک شناخت بیشتری داره ایجاد میشه چون جوپیتر داره شناخت میده و مسیر شفافیتش ایجاد میشه دیدگاهمون باز میشه از این ماه نو به بعد من نمیگم همین الان از این ماه نو به بعد و به خصوص 25 ژانویه چون که خورشید در سکستایل کامل با جوپیتر قرار میگیره و بعد از اون داشته باشید تاریخ رو میره تا 13 اپریل خورشید در پیوند با جوپیتر قرار میگیره از این بازه زمانی 25 ژانویه تا میره به 13 اپریل مسیر زندگی هر کدوم از ما یعنی فرصت های میاد که تغییرات بزرگ آتشین ایجاد بکنه تصمیم های بسیار مهم باید گرفته بشه و خوش و به حال کسانی که از این فرصت استفاده میکنن و اون ایده هایی که داشتن رو برنامه هایی که داشتن رو عملی می کنن، اجرایی می کنن ماهنو در نشان ها کواریوس نشان کانکشن هاست ارتعاش هاست و بدون شک زمان پایان بودن ما با یک سری از ارتعاش ها یک سری از آدم ها و قرارگیری در ارتباطات دیگه <applause> ببخشید و قرارگیری در ارتباطات دیگه آدم های دیگه اشخاص دیگه و ارتباطش دیگه هست ما خیلی هامون در 2022 در ماه اپریل تصمیم گرفتیم که یک سری از اون ایده هایی که داشتیم رو اجرایی بکنیم اما نتونستیم چون در حقیقت یک لایه سطحیش رو اجرا کردیم حالا پلوتو وسط ما داریم وارد یک لایه های عمیق تر میشیم یعنی اتفاقی که در 2022 افتاده و ما فکر میکردیم که ما داریم یعنی خود من هم همینطور خود من گفتم ما داریم میریم تو مرحله تغییر درسته ما در سطح تغییرات رو ایجاد کردیم و عمیق تر ندیده بودیم لایه های عمیق تر این تغییرات داره از بعد از این ماه نو شکل میگیره به خصوص که ببینید این ماه نو در درجه اول آکواریوسه درجه ای که پلوتو وارد میشه امسال همونجا میشینه و در حقیقت ما شمیمی شمیمی از دو دهه آینده رو تحت تاثیر این ماه نو تجربه میکنیم شمیمی از دو دهه آینده ای که پلوتو در نشان آکواریوسه لایه آکواریوس چارت به شدت فعال میشه و همینطور تحت تاثیر انرژی اونهایی که میگم آتش دارن و هوا مثلا مثل, مثل قوچ ها اینها همه دارن در مرحله بیداری بزرگ برای اینکه تغییرات رو عملی و اجرایی بکنن چون نشان قوش نشان عمل کرده اجراست و مارس هم مستقیم شده چون قوش رو میگم چون جوپیتر تاثیرش روی این ماه نو هست و گفتم براتون که خورشید سکستایل میشه با جوپیتر دقیقا در 25 ژانویه این خودش یکی دیگه از روزهای بزرگ ژانویه است و یک پورتالی باز میشه یک مسیری باز میشه که میره تا نیمه ماه اپریل و ما فرصت داریم که از این شرایط استفاده بکنیم و بتونیم خودمون رو در مسیرهایی که با شناخت بیشتری که الان داریم نسبت به گذشته و درس های گذشته رو گرفتیم و الان میدونیم که چطور باید حرکت بکنیم و تو این چند وقت فرصت داریم که فرصت ها رو اجرایی بکنیم این خیلی مهمه چون که جوپیتر هم به ب... میرسه به هشت درجه و عبور میکنه از درجه که پارسال بود یعنی در قلم روی جدید قرار میگیره سترن هم در قلم روی جدید قرار میگیره ما <تصف> ما روزهای بسیار مهمی پیش رو داریم بسیار مهم یکی دیگه از این ماه های خیلی مهم مارچه من اینها رو توی هروسکوپ های سالیانه با جزئیات گفتم هم ژانویه رو هم مارچ رو خیلی روش تاکید کردم اینها رو گوش بکنید استفاده بکنید اونهایی که تهیه نکردن میتونن از وبسایت هوروسکوپ فارسی داد. نت قسمت فروشگاه اینها رو تهیه بکنن اگر که به شکل رایگان به دستتون رسیده و وجدان دارید و اخلاقیات براتون مهمه میتونید برید در وبسایت هوروسکوپ فارسی داد نت حزینش رو پرداخت بکنید <تصفح> ببخشید و اما اینکه من یه سری برنامه ها پروژه های دیگه دارم که برای روز 25 ژانویه یعنی یک سریز یه سورپرایز دارم میذارم براتون 25 ژانویه وقتی که خورشید با جوپیتر سکس تایل میکنه برای اینکه بسیار روز بزرگیه و ما مرحله شکوفایی میرسیم و اون مرحله شکوفایی میگم تا نیمه اپریل طول میکشه امیدوارم که از این ماه نو کمال استفاده رو ببرید یه خبر جالب دیگه این که امشب سال نو چینی هم هستش و ما از سال ببر بیرون میایم وارد سال خرگوش میشیم بنابراین انرژی های نو داره میاد ببینید بعد از این ماه نو و علاوه بر این امروز روز جهانی آغوش گرفتن و در آغوش کشیدن هست و به همتون یک آغوش بزرگ هدیه میدم امیدوارم همه هم, هم, هم دیگه بغلمون بغل کنیم آغوش کنیم حقیقی نه اینکه چرت و دروغی و حقیقت خودتون باشید صداقت و حقیقت نشان آکواریوس نشان صداقت نشان حقیقته و خودتون باشید مهم نیست بقیه چی میگن مهم نیستش که بقیه چه توقعی از شما دارن مهم نیستش که اونا چی میخوان دوره قربانی شدن و قربانی کردن خودتون برای دیگران گذشته نشان قوش نشانی نیستش که خودش رو قربانی بکنه و مستقیم تحت تاثیر این انرژی ماه نو و خورشید رو قرار میده بنابراین الان زمانیه که باید خودتون رو ببینید یک ایگو جدید در حال تولده با وضعیتی که جوپیتر در نشان قوش داره و بیایید بیرون از اون فازی که ببینید که جامعه چی برای ما تعریف کرده مردم چی میخوان اون چی میخواد این چی میخواد خودتون باشید و نیازهای خودتون رو توجه بکنید به خاطر اینکه این لایه عمیق که دقیقا پلوتو داره ما رو متوجه میکنه نیازهای درونی ما هسته وجودی ما و بعد شکوفایی اتفاق میافته میدونید از اون <coughs> ای وای من صرفم گرفته از اون از اون هسته وجودی از اون سلول مثل سلول بنیادی یعنی یک چیزی که خالصه یک چیزی که اصل وجوده از اون شکوفایی تراوش میکنه و به نظر من ما بعد از این ماه نو در این شرایط قرار میگیریم و فوریه همینجور سرعت میگیره اینجوری نیستش که همش یک دفعه اتفاق بیفته مرحله مرحله سرعت میگیره مارچ یک انفجار انرژی داریم یه بسیار مهمه و حتما در هوروسکوپ های سالیانه به قسمت مارچ توجه بکنید خب دوستان عزیز امیدوارم که از این انرژی کمال استفاده رو ببرید و همونطور که گفتم همتون رو در آغوش میگیرم بعدا در مورد این انرژی و اون پلنی که گفتم بیشتر براتون صحبت میکنم طبق معمول همیشه با هم مدیتیشن ماه نو خواهیم داشت ساعتش رو براتون می و امیدوارم که همگی با هم وارد این انرژی های جدید برای شکوفایی به سوی یک داستان جدید بشیم توجه بکنید که خیلی وقتها یک داستان جدید با یک پایان همراه میشه تحت تاثیر این ماه نو ممکنه که خیلی ناگهانی همه چی تحت تاثیر یه دفعه تغییر بکنه به خاطر اینکه یادم رفت بگم اورانوس سیاره حاکم بر آکواریوس روز روی ایستگاه نشسته و روی ایستگاه خیلی قدرتمنده ممکنه سرپرایز داشته باشه حالا چه سورپرایز هایی که شما رو خوشحال بکنه چه سورپرایز هایی که شما رو ناراحت بکنه ممکنه هر کدومش باشه اما به هر حال اینجا پایان اومدن بیرون یعنی از یک سری از احساسات پوسیده است که ما بعد از اون ماه گرفتگی عقرب تجربه کردیم چون این انرژی پولوتو رو یعنی پلوتو داره این انرژی با خودش حمل میکنه ماه با پلوتو دیدار میکنه بعد یه دفعه میاد تو نشان آکواریوس بوم نشان آکواریوس سردش میکنه بنابراین خیلی از احساسات ممکن ناگهانی سرد بشه نسبت به یک موقعیتی نسبت به یک چیزی نسبت به یک دوره‌ای نسبت به یک جایی نسبت به کسی و میگم همه اینها به خاطر تغییر ارتعاشی که داره اتفاق میفته بنابراین تعجب نکنید و آماده باشید تا دروازه های جدید به سوی سفر جدید رو بتونید ببینید چون جوپیتر دقیقا از الان این فاز رو برای ما برداشته و 25 ژانویه با خورشید همین گفتگو رو میکنه و میگم میره تا نیمه اپریل که هر کدوم از ما به نوعی این موقعیت های جدید فرصت های جدید تو زندگیمون تجربه بکنیم بارز موفقیت برای تک تک شما تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار لوهنا و مالهنا